سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، برنامه هندیمن رو تماشا میکنید. در برنامه امروز جلسه دوم آموزش آرگون رو با همدیگه پی میگیریم. اگر از این سبک برنامه آموزشی خوشتون میاد، لطفاً از همین زیر دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر در کنارش علامت زنگ هم بزنید، از ویدیوهای جدید با خبر میشید. لطفاً تا آخر برنامه با من همراه باشید. در جلسه گذشته در مورد الفبای جوشکاری آرگون با هم بحث کردیم. در جلسه امروز در مورد راه اندازی دستگاه و همینطور کپسول آرگون و تنظیم تورچ، انتخاب آمبراژ بهینه و تنظیم خروجی گاز و همینطور مسائلی مثل انتخاب تنگستن و ارتباط اینا با هم دیگه بحث میکنیم. در آخر برنامه هم به سوالاتتون پاسخ میدم. سوالاتی مثل قیمت تجهیزات آرگون، مود 2 ضرب و 4 ضرب و فرق میگ و تیک، همینطور در مورد صدای جوشکاری آرگون و آیا اینکه با اینورترهای معمولی هم میشه جوشکاری آرگون انجام داد یا خیر. این سوال رو همین الان جواب بدم خدمتتون که چند ثانیه‌ای که اول این کلیپ دیدید شاهدی بود برای این ماجرا که میشه با همین اینورترهای معمولی هم جوشکاری آرگون رو انجام داد. اگر یادتون باشه در مبحث جوشکاری برق خدمتتون عرض کردم که شما باید کابل الکترود رو به کانکتور مثبت متصل بکنید. دلیل این کارم خدمتتون عرض کردم و اینکه اگر اشتباهاً کابلا رو با هم برعکس متصل بکنید چه اتفاقی میفته. اگر یادتون نمیاد لینکش الان میاد این بالا، میتونید تشریح ببرید و اون ویدیو رو ببینید. اما جوشکاری آرگون ماجراش کاملا متفاوته و شما باید کابل ترش رو به کانکتور منفی متصل بکنید و کابل گیرتون رو به کانکتور مثبت، و اگر سهواً یا اشتباهاً شما کابلا رو برعکس متصل بکنید، یعنی کابل ترشتون رو به کانکتور مثبت متصل بکنید، بعد از چند لحظه جوشکاری متوجه میشید که نوک تنگستن شما ذوب میشه. در هنگام اتصالات کپسول آرگون باید خیلی مراقب باشید و خیلی با احتیاط اینا رو متصل بکنید. قبل اینکه اتصالات کپسول آرگون رو با هم متصل بکنید، همیشه یک مقدار خیلی سریع باز و بسته بکنید شیر اصلی کپسول رو تا ببینید که آیا تانک پر هست و اینکه اگر آلودگی هم در سرش وجود داشته باشه آلودگی‌ها خارج بشن. قطعه مهم دیگه‌ای که به کپسول متصل میشه مانومتر هستش. مانومترهای آرگون به دو صورت هستن، یا مانومترهای فلومتردار هستن یا اینکه رگولاتورهای دو گیج هستن. در رگولاتورهای دو گیج دو تا گیج وجود داره که اولی فشار داخل کپسول رو مشخص میکنه و گیج دوم فشار خروجی آرگون رو تنظیم میکنه. در مانومترهای فلومتردار که اکثر دوستان از همین مانومترهای فلومتردار استفاده میکنن، بنده همینطور، گیج اول فشار داخل کپسول رو مشخص میکنه و فلومتر هم خروجی گاز آرگون رو تنظیم میکنه. فلومترها اکثرا بر اساس دو واحد درجه بندی شدن، یا CFH هست یا LPM. CFH همون فوت مکعب بر ساعت، LPM هم لیتر بر دقیقه. داخل ایران ما بر اساس درجه LPM یا لیتر بر دقیقه کار میکنیم. اگر ولی دیدید که فلومتر شما واحدش بر اساس CFH بود، شما اون اگر تقسیم بر دو بکنید تقریبا عدد لیتر بر دقیقه به دست میاد. البته این عدد تقریبیه. در جلسه قبل به طور مفصل در مورد تورچ آرگون با هم بحث کردیم، قطعاتش رو باز کردیم و قطعاتش رو بررسی کردیم. حالا میخوایم تورچمون رو تنظیم کنیم برای یه جوشکاری خاص. بر فرض مثال شما میخواین یه قطعه‌ای رو با سخامت 3 میلی‌متر جوشکاری بکنید. حالا باید بدونید که از چه نازل سرامیکی با چه اندازه استفاده بکنید، از تنگستن با چه قطری استفاده بکنید و نوک تنگستنتون رو با چه زاویه‌ای تیز بکنید، همینطور اینکه خروجی گاز آرگون شما باید چقدر باشه. در مورد اینا هم صحبت بکنیم. در مورد تنگستن و شیوه تیز کردن نوک تنگستن، همینطور زاویه نوک تنگستن و اینکه اگر با زوایای مختلف تیز بکنیم چه اتفاقاتی میفته و چه فرقی با هم داره، در یک برنامه جداگانه با هم بحث میکنیم. اما در برنامه امروز ما فرض میکنیم که تنگستنمون انتخاب و نوکش هم تیز کردیم. فقط خدمتتون باید عرض کنم که برای فلزات آهنی مثل فولاد و استنلس استیل از تنگستن قرمز استفاده میکنیم و با زاویه 30 درجه نوکش رو تیز میکنه. حالا باید اندازه نازل سرامیکیمون رو انتخاب بکنیم. نازل سرامیکی در جلسه گذشته گفتم اندازه بسیار متفاوتی دارن. از نمره 4 شروع میشه به بالا. چیزی که باید دقت بکنید اینه که عددی که بر روی نازل سرامیکی نوشته شده با قطر دهانش متفاوته. بر فرض مثال نازل سرامیکی که دست منه و نمره 5 هست، قطر دهانش حدود 8 میلی‌متره. این نازل سرامیکی که نمره 8 هست، قطر دهانش حدود
13 میلیمتر. انتخاب همه اینها چه نادر سرامیکی و چه تنگستن بستگی به ضخامت قطعه کارتون داره. قبل اینکه وارد این مبحث بشم باید خدمتتون عرض کنم که یک سری قانونهای کلی وجود داره در این مبحث که من به صورت تکی تکی اینا رو عرض می‌کنم. قانون اولی که من خدمتتون عرض کنم در این مورد هست که هر چقدر ضخامت قطعه کارتون که پنجشکاری بکنید کمتر باشه، قطعه تنگستنتون کوچیک‌تر میشه، نازل سرامیکی کوچیک‌تر، میزان گاز آرگون کمتر و آمپراژ پایین‌تری نیاز داره. و هر چه ضخامت قطعه کارتون بیشتر باشه طبیعتاً شماره اینها و عدد اینها بالاتر میره. همه اینها یه سری جداولی دارن، من این جداول رو آخر برنامه خدمتتون میارم تا شما ببینید. خب پس ما می‌خوام یه قطعه رو جوشکاری بکنیم که ضخامتش حدوداً 3 میلی‌متر. چه آمپری اول باید انتخاب بکنیم؟ یه قانون کلی وجود داره، به ازای هر 1 میلی‌متر شما 39 الی 40 آمپر نیاز دارید برای جوشکاری. یعنی قطعه‌ای که 3 میلیمتر قطرش هست حدوداً شما 117 الی 120 آمپر نیاز دارید تا بتونید جوشکاریش رو انجام بدید. این نکته در مورد فولاد و آهن صدق میکنه، اما برای استنلس استیل شما به میزان آمپر کمتری نیاز دارید. علتش هم این است که ضریب انبساطی استنلس استیل با فولاد متفاوته و به آمپراژ کمتری برای جوشکاری نیاز دارید. اینو حدوداً داشته باشید که اگر هنگام جوشکاری استنلس استیل آمپرتون بالا باشه میزان گرمای زیادی تولید میکنه و استنلس استیل خوب نمیتونه گرما رو هدایت بکنه، برای همین دچار ابجاج و تاب برداشتن میشه. برای جلوگیری از این موضوع باید از آمپر کمتری نسبت به آهن استفاده کرد. مطلب بعدی در مورد تنظیم میزان خروجی گاز آرگون شما است. میزان خروجی گاز آرگون ارتباط مستقیم داره با اندازه سرامیکی شما. برای این موضوع هم بر طبق جدول یک سری عددها آوردن، اما اگر شما یه عدد رو فراموش کردید طبق این قانون کلی که الان خدمتتون عرض کنم خروجی گاز آرگون رو به دست میارید. و این قانون اینه که بر حسب لیتر بر دقیقه هر عددی که بر روی نازل سرامیکی نوشته شده بود شما بر طبق همون عدد خروجی گاز آرگون رو تنظیم میکنید. بر فرض مثال نازل سرامیکی دست من هست نمره 8 هست، پس میزان خروجی گازی که من نیاز دارم 8 لیتر بر دقیقه است. این نازل سرامیکی که نمره 6 هست شما برای به 6 لیتر بر دقیقه گاز آرگون نیاز داره. و حالا همه اینا رو سرهم کردیم و می‌خوایم شروع کنیم به جوشکاری. نکته بسیار مهمی که اینجا پیش میاد اینه که شما باید بدونید که چه میزان از نوک تنگستن شما از نازل سرامیکی بیرون باشه. یه قانون کلی وجود داره، قطر دهانه نازل سرامیکی شما هر چقدر باشه به همون میزان باید تنگستن شما از دهانه نازل سرامیکی بیرون باشه. با توجه به اینکه نازل سرامیکی ما قطع دهانه 13 میلیمتره، به اندازه 13 میلیمتر باید نوک تنگستن ما از دهانه نازل سرامیکی بیرون باشه. این هم نکاتیه که بسیار مهمه. حالا اگر یه مقدار کمتر بود مشکل شاید پیش نیاد، اما اگر نوک تنگستن شما زیادتر از حد معمول از نازل سرامیکی بیرون باشه مطمئنا پوشش گاز به اندازه کافی نخواهد بود و جوشکاری شما دچار عیوب مختلف میشه. فهم میکنم جلسه امروز داره مقدار طولانی میشه، بهتره که بریم به سوالات شما پاسخ بدیم. اولین سوالی که دوستان پرسیدن در مورد قیمت تجهیزات آرگون هستش. بستگی به کار شما داره، اینکه شما کارتون چی است. آیا شما میخواید این داخل کارگاه و از جوشکاری آرگون پول در بیارید به صورت مداوم کار جوشکاری آرگون رو انجام بدید، حتما باید برید یه دستگاه اینورتر مخصوص جوشکاری آرگون رو بخرید. اما اگر شما به صورت غیر حرفه‌ای میخواید این کار انجام بدید، همین اینورترهای معمولی هم کار شما رو راه میندازه. قیمت تورج آرگون شیردارش از 780 تومان شروع میشه. تورج میکروسویچدار قیمت بالاتری داره. عرض به خدمتتون که قیمت کپسول آرگون بسته به اندازش داره. قیمت مانومتر هم از 400-500 تومن شروع میشه. نکته که ما خدمتتون عرض کنم در مورد سایز کپسول آرگون هست. سایز کپسول کوچیک نگیرید. من خودم یک کپسول 10 کیلویی آرگون داشتم، دقیقا وقتی گرفتم حدود نیم ساعت جوشکاری آرگون رو به شما جواب میده. دوباره باید تشخیص بدید جایی که کپسول آرگونتون رو شارژ میکنن، هزینه کنید، وقت بذارید و این کار رو انجام بدید. پس بهتره که یک کپسول 40 کیلویی بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. در مورد سیستم دو ضرب و چهار ضرب گفتم، این آخر جواب میدم. فرق میگ و تیگ رو گفتم. ببینید جوشکاری که توی کارخونجات انجام میشه جوشکاری میگ یا CO2 هستش. جوشکاری که سریع‌تره، راحت‌تره و بر نخوره به جوشکاران CO2 کار ما. جوشکاری CO2 نسبت به جوشکاری آرگون بسیار بسیار راحت‌تره. شما با یه دست جوشکاری رو انجام میدید، وقتی شما ماشین فشار میدید سیم جوش شما بیرون میاد و بعد شما کافیه که زاویه دست و اینا رو رعایت بکنید تا کار جوشکاری انجام بشه. اما جوشکاری آرگون جوشکاری فوق حرفه‌ایه، چون هر دو دست رو نیاز دارید موقع کار. شما باید زاویه ترش رو رعایت بکنید، زاویه فیدینگ یا تغذیه سیمجوشتون رو رعایت بکنید. نکته بسیار مهمی که فرق این دوتا هست در مورد دستگاهشون هست. دستگاه جوشکاری CO2 متفاوته با دستگاه آرگون.
علاوه بر اینکه یه دستگاه جوشکاری داره، نیاز به یه باکسی داره که قرقره سیمجوش درش قرار میگیره که به صورت خودکار کار فیدینگ و تغذیه سیمجوش رو انجام میده. تفاوت دیگه که این دو دارن در مورد گاز مصرفی هست. گاز CO2 یه گاز اکتیف هست و گاز آرگون یه گاز خونسا هست. این دوتا خیلی با هم متفاوتن. در جلسه آینده فرق این دوتا رو توی هنگام جوشکاری بهتون عرض میکنم که اگر شما مخلوطی از گاز آرگون و CO2 رو هنگام جوشکاری آرگون به کار ببرید چه اتفاقی میفته؟ اگر دقت کرده باشید جوشکاری CO2 خیلی جرقه‌های خیلی زیاد و پاشش مذاب زیاد هستش، اما در جوشکاری آرگون اصلا شما چیزا رو ندارید و یه جوشکاری کاملا تمیز رو بهتون تعمیل میده. اما خوبی جوشکاری CO2 عرض کردم خدمتتون، در کارخانجات شما جوشکاری آرگون کمتر میبینید استفاده بشه، معمولا در خط تولیدها و کارخانجات از جوشکاری CO2 استفاده میشه. در مورد صدای جوشکاری آرگون پرسیدن اینکه چرا بعضی وقتا هنگام جوشکاری آرگون یه نویز صدای نویزی شنیده میشه اما بعضی وقتا هیچ صدایی شنیده نمیشه. ایشون البته درست میگن اگه دقت بفرمایید، در جوشکاری که ما انجام میدیم، جوشکاری آرگون معمولی، شما هیچ صدایی رو نباید بشنوید به غیر از صدای گاز خروجی. اون صدایی که دوستامون دارن میگن در مورد جوشکاری آلومینیوم هست، یعنی جوشکاری که با جریان AC داره انجام میشه. در اون زمان شما یه صدای نویز زیادی رو میشنوید. یه صدای نویز دیگه هم شنیده میشه هنگامی که شما دارین از جوشکاری پالسی استفاده میکنین. هنگامی که بر فرض مثال دستگاه رو تنظیم کردین بر روی 50 پالسی، شما یه صدای نویز کمی رو میشنوید. اما اون صدایی که دوست عزیزمون دارن میگن در مورد جوشکاری هستش که با جریان AC هستش. اون چیزی که ما داریم انجام میدیم با این دستگاه با جریان DC هست. جریان AC دستگاه پیشرفته آرگون هستن که قابلیت جوشکاری با جریان AC رو دارن. پرسیدن که آیا با اینورتر معمولی میشه جوشکاری آرگون کرد، که گفتم 100% میشه، اما اول فیلم هم دیدید. و سوال آخر این که در مورد سیستم دو ضرب و چهار ضرب پرسیدن. این مطلب خورده مطلب پیشرفته‌ایه و رفتی به موضوع الان ندادم، چون پرسیدن جواب میدم خدمتتون. در دستگاه‌های جوشکاری که مخصوص آرگون هستن یا به قول معروف دستگاه حرفه‌ای آرگون هستن، برای کنترل هنگام جوشکاری شما دو وسیله دارید، یا پدال پایی هست یا از تورچایی باید استفاده کنید که سویش یا میکرو سویش دارن، یعنی یه ماشه دارن. شما با این ماشه میتونید جوشکاریتون رو کنترل بکنید. هنگامی که شما از اون پدال پایی استفاده میکنید، اون پدال پایی دیگه نهایت حرفه‌ایگریه. پدال پایی عین گاز خودرو میمونه، هر چقدر بیشتر فشار بدید آمپراژ بیشتری رو شما هنگام جوشکاری تحویل میگیرید. تا آخر فشار بدید تمام آمپری که تنظیم کردید روی دستگاه، در فرض مثال 200 آمپر تنظیم کردید، همه 200 آمپر رو بهتون تحویل میده. اما اگر پدال رو تا نیمه فشار بدید به اندازه 100 آمپر در دسترستون هست. اما هنگامی که شما دیگه از تورچای میکرو سویچی استفاده میکنید، همونطور که داخل تصویر هم دیدید یک تریگر یا سویچ بروش هستش که شما این سویچ رو دیگه فقط حالت آن داره و آف، یعنی شما این سویچ رو فشار بدید آمپر برقرار میشه، ول کنید آمپر قطع میشه. برعکس پدال پایی که به هر چقدر بیشتر فشار بدید آمپراژ بیشتری در دسترستون هست. برای جبران این ماجرا یه مود یا یه حالتی در دستگاه‌های جوشکاری وجود داره به نام 2T40، دو ضرب چهار ضرب. حالا اون تی رو هم تریگر معنی کردن هم تاچ، و ماجراش هم به این صورتی که در حالت دوتی شما تریگر یا ماشه رو یک بار فشار میدید یک بار ول میکنید. باید قبلش بر روی دستگاهتون تنظیم بشه با چه آمپر شروع میشه، شیب رو به بالای آمپر که آپ اسلوپ بهش میگن چقدر باشه، چند ثانیه باشه. برعکس در عرض نیم ثانیه از 10 آمپر برسید به 100 آمپر، دوباره از 100 آمپر جوشکاری انجام میشه، دوباره از 100 آمپر داون اسلوپ میشه، میاد پایین، میرسه به آمپراژ پایانی. این پروسه ای که تکرار، اما در سیستم 4 ضرب این قضیه متفاوته. این سیستم برای این درست کردن که خود جبران نبود پدال پایی بشه. حتما اگر مراحل پیشرفته جوشکاری رو رسیدین در مورد سیستم 2 ضرب و 4 ضرب با هم کامل تر بحث میکنیم. فکر کنم جلسه امروز دیگه خیلی طولانی شده. قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببرم دوباره خدمتتون عرض میکنم حتما برای حمایت از ما دکمه سابسکرایب رو بزنید، همینطور در کنارش علامت زنگم بزنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. امیدوارم که استقبال از این ویدیو خوب باشه، شما هم کمک کنید و به اشتراک بذارید ویدیو رو تا بتونیم جلسه بعدیش رو سریعتر خدمتتون ارائه کنیم. هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.